عرض سلام و ابراز خوشحالی و خوشنودی برای این فرصت و خدا رو شکر می کنم که این فرصت ایجاد شده به خصوص از شبکه امید جاودان برادر عزیزم کشیش رسول ممنون هستم که این فرصت را ایجاد کردن که در خدمت شما باشم و من آنچه که در قلبم هست حقایق و برکاتی از کتاب اعمال رسولانه که میخوام با شما در میون بذارم و میدونم وقتی ما این بخش از کلام خدا را بررسی میکنیم و نگاهی دقیق تر به اون میاندازیم خواهیم دید که چه برکات و حقایق عالی در اون وجود داره پس من با دعا به نام عیسی مسیح این کتاب را شروع میکنم بخش های مختلفی از اون را با شما در میان خواهم گذاشت حقایقی عالی در اونجا وجود داره وقتی ما به کتاب امار رسولان نگاه می, کنیم می بینیم که جامعه یا کلیسا یا جمعی یا فردی وقتی قلبش رو به روی رول قدس باز میکنه چه کارهای عالی و عجیبی میشه در زندگی او ایجاد میشه پس با بررسی این حقایق من حتما میدونم که شما برکت پیدا میکنید دیدی تازه پیدا میکنید برای ملکوت خدا برای خدمت خدا و همه اینها باعث بشه برای بنای کلیسای مسیح و برای جلال نام خداوند ما در آغاز میبینیم که عیسی مسیح وعده فرمود که روح القدس بر شما خواهد آمد و ما قوت خواهیم یافت و شاهدان او خواهیم بود و آمدن روح القدس سرآغاز اون کاری بود که عیسی مسیح برای آینده داشت پس وعده فرمود به شاگردان که روح القدس بر شما خواهد آمد و شما ش... قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود ما کتاب اعمال رسولان را وقتی نگاه میکنیم میشه گفت که تجسم تمام وعده های ایسای مسیح به خصوص آمدن روح و آن کاری که روح در کلیسا و در زندگی رسولان انجام داد و در زندگی یکی که ما میتونه انجام بده و انجام میده پس در آغاز میبینیم که ایسای مسیح شاگردان را فرمود که در اورشلیم بمانید تا اون وعده روح القدس را بیابید من در این درس به طور مختصری کل کتاب امار رسولان را نگاهی میندازم به عنوان یک مقدمه سخن به این نکات اشاره میکنم و بعد برمیگردیم و حقایق را یکی به یکی آنها را مورد بررسی قرار میدیم کتاب اما رسول نمان طوری که خدمتون ارز کردن با وعده ایسای مسیح شروع شد شاگردان متحد در بالاخانه در دعا منتظر بودند تا اون وعده ایسای مسیح تحقق پیدا کنه اونها از روح القدس پر بشن در نتیجه بعد از ماندن در اون اتحاد و یگانگی روح القدس در اعمال باب دو بر شاگردان آمد مثل آتشی از آسمان نازل شد روح القدس و همه اونها قوت یافتند به شروع کردن به زبانهای تازه خدا را پرستش کردن کتاب اعمال رسولان میگه اونها ذکر کبریای خدا, خدا را میکردند یعنی با عالیترین کلمات خدا را ستایش میکردند و این سرآغازی بود برای یک کار بزرگی که عیسی مسیح داشت پس ما می‌بینیم که عیسی مسیح هدفی را برای شاگردان مقرر کرد اون را اعلام کرد و وعده فرمود که روح‌القدس برای آنها خواهد آمد با آنها شاهدان او خواهند بود و اون هدف را انجام خواهند داد یا به تحقق خواهند،, خواهند پیوست در نتیجه آمدن روح‌القدس آنها آماده شدند مس شدند قوت یافتند تا شاهدان عیسی مسیح باشند بعدها می‌بینیم که از طریق رسولان پیغام های مبارک و اثرگذاری موعظه میشه که با هر پیغام افراد زیادی به خصوص در پیغام روز پنتیکا سه هزار نفر بیسای مسیح ایمان آوردند و در فرصت دیگه دو هزار نفر به جمع ایمانداران اضافه شدند. و این پیغام ها قوی اثرگذار با جرأت و این سراغازی بود برای ایجاد کلیسا و در باب های بعد میبینیم بی که شاگردان متحد در پیامد آمدن روح القدس آنها پر از قدرت پر از قوت و پر از اتحاد شدند روح القدس گرمایی در قلب و وجود آنها ایجاد کرده بود که آنها میتونستند آنچه که را داشتند با دیگران تقسیم کنند و کلام خدا اشاره میکنه که بعضی از زمین ها اموال خود را فروخته آوردان را زیر پای شاگردان می نهادند رسولان می نهادند تا اونها برای نیازمندان آن را تقسیم کنند این عمل فیضامیزه مردم از حق خودشون بگذرن از مال خودشون بگذرن و در اتحاد و یگانگی همه یک دل متحد هم فکر هم دل و یک هدف را دنبال میکنند این کار عالیه که روح القدس انجام میده روح القدس هم امروزه در کلیسا و در جوامعی که ها را به روی او باز میکنند همین کارها را ایجاد میکنه اگه ما در کلیسای خودمون راه را به روی روح القدس باز کنیم قطعا کارهای عالی کارهای عجیب فوقلادهی که در امار رسولان میبینیم از آزاد شدن از زندان ها ظاهر شدن فرشته ها از مجزات عظیم و عجیب از هدایت های و رویاه ها و تمام مسائل فوق طبیعی آنجا دیده میشه در کلیسای ما نیز آشکار خواهد شد و در زندگی فرد فرد ما و برای همین دوست عزیزم برادر خواهر من اگه تو قلب خودتو بری رول دوز باز کنی باید منتظر چیزهای غیر ممکن و فوق العاده باشی و در زندگی رسولان واقعا ما میبینیم که این چیزهای فوق العاده و عجیب اونجا ظاهر شد و کارهای عظیم و عجیبی صورت گرفت در آغاز وقتی انجیل موعظه شد سه هزار نفر ایمان آوردن و بعد دو هزار نفر افزوده شدند شدند 5000. طبیعتا زمانی که این اتفاقات می افتاد پنجاه روز بعد از مرگ و قیام ایسای مسیح بود یا ده روز بعد از صعود عیسی مسیح یعنی پنجاه روز پیش آنها استاد خودشون از دست داده بودند عیسی مصلوب شده بود هنوز این ترس و واهمه در مردم بود در شاگردها هم بود شاید شاگردان مثل ایسای مسیح مصلوب می شدند آنها کشته می شدند ولی کلام خدا میگه آنها با دلیری و با جرأت تمام به عیسی مسیح بشارت میدادند موعظه میکردند و پیامد این جرأت و اقتدار روحانی توبه سه هزار نفر دو هزار نفر و به این طریق کلیسا تشکیل شد و جامعه مسیحی ایجاد شد و رول قدوس کارهای عظیم و عجیب خودشو دنبال میکرد ببینیم آنچه که تقریبا غیر ممکن بود داشت ممکن میشد آنها عیسی را مصلوب کرده بودند شاگردان در ترس و نگرانی ولی وقتی روح القدس اومد تمام شرایط عوض شد الان نمیخوام تمام این مسائل را بررسی کنم بعد به آنها خواهم پرداخت ولی الان نگاه اجمالی به این حقیقت بندازیم که عیسی فرمود که شما قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید یافت آنها این قدرت را یافته بودند و شاگردان عیسی مسیح داشتند موعظه میکردند و شاهد او گشته بودند جفاها مشکلات سختی ها شروع شد در بابهای بعد میبینیم که شاگردا در جفا گرفتار می شوند, به زندان می افتند. در زندان مشکلات فشارها تهدیدها وجود داره ولی هنوز اون جرأت روحانی در اونها وجود داره چیز عجیبی ما در کتاب اما رسولان می بینیم وقتی سای مسیح میخواست به آسمان صعود کنه به شاگردها فرمود که منتظر باشید تا از روح پر شوید شاید از دید دید و نگرش انسانی ما بگیم بهتر بود که عیسی مسیح مقداری پول به آنها میداد خرج و سفرهای آنها رو میداد و شرایطی را ایجاد میکرد که آنها اسبی انوالی پولی داشته باشند که بخصا نقاط جهان برند و انجیل را موعظه کنند و خیلی وقتا ما به همین مسائل نگاه میکنیم اما عیسی مسیح بهترین را داد آنچه که بالاتر از همه اونها بود در اناجیل عیسی مسیح میفرماید که پدر آسمانی شما میداند که شما به چه چیزهایی نیاز دارید اگه شما میتونید به فرزندانتون هدیه های خوبی بدید چقدر بیشتر پدر آسمانی شما میداند که چیزهای نیکو را به شما بدهد مخصوصا در انجیل لوقا اشاره میکنه که روح القدس را به شما بده یعنی عالی ترین نیکوترین بهترین چیز روح القدسه وقتی روح القدس میاد همه چیزها رو میتونه عوض کنه گرمایی در قلبتون ایجاد کنه اتحاد روحانی ایجاد کنه درها رو باز کنه شما رو قادر بسازه که مأموریت الهی خودتون رو به انجام برسونید پس خدا را شکر برای رو... روح القدس برای کار روح القدس در زندگی ما در زندگی رسولان و آنچه که در اعمال رسولان میبینیم که کتاب اعمال رسولان به آنها اشاره میکنه میبینیم که شاگردها با جرأت و اقتدار تمام به عیسی مسیح بشارت میدادند مخالفان سران یهود آنها رو میگیرند دستگیری میکنند زندانی میکنند اما معجزات خدا آشکار میشه باور کردنیه شاگردها جمع ده دوازده نفره در زندانن کلام خدا میگه که خداوند همه اونها را از زندان رهانید بدون اینکه در زندانی باز بشه آنها را از زندان بیرون آورد و گفت برید در هیکل بیستید و کلمات این حیات را موعظه کنید در وهله اول بردر خوهر عزیزم اراده خدا اینه که انجیل در همه جا موعظه بشه اما ما آیات و مجزات عجیب خدا را در همین راستان میبینیم. شاگردها به طور جمعی از زندان آزاد میشن در فرصت دیگه پتروس گرفته میشه یعقوب وقتی به شمشیر کشته شده بود و در زندان بود و قرار بود روز بعد دادگاهی بشه و او را هم بکشن فرشته خدا میاد درهای آهنی را باز میکنه و پتروس را آزاد میکنه و به این طریق آیات و مجزات و دخالت خدا را در دوره امار رسولان میبینیم این چه کار عجیبیه کارهای باور نکردنی در همون بهبه های جفا مخالفت ها مشکلات سولوس که بعدها پولوس نامیده شد جفای سختی بر کلیسا ایجاد میکرد خانه به خانه میگشت افراد را دستگیری میکرد زنان مردان و اونها را به زندان مینداخت و وقتی استیفان را سنگسار میکردند در کنار اونها بود و موافق عمل اونها بود و این سختی ها فشار ها تهدیدات ناگهان کار عجیبی صورت میگیره پولوس توبه میکنه عجب چه خدایی چه خدای زنده ای چه خدای پرجلالی چه عمل عجیبی آن کسی که مخالف عیسی مسیح بود مخالف کلیسا بود مخالف شاگردا بود ناگهان عیسی زنده را ملاقات میکنه و خودشو تسلیم عیسی مسیح میکنه به کلام خدا میگه بعد از اندک زمانی شروع میکنه موعظه کردن به اینکه عیسی پسر خداست یکی از وقایع عجیبی که در تاریخ مسیحیت رخ داده عیسی مسیح خیلی وقت از مخالفین خودش افرادی را ملاقات کرده اونها را نجات داده و اونها را برای هدف الهی خودش به کار برده و این یکی از دلایل دیگه زنده بودن عیسی مسیحه میگن وایز هندی به نام سادو ساندرسینگ ایشون خیلی مخالف مسیحیت و عیسی مسیح بود اما یک روز در رویا عیسی مسیح را ملاقات میکنه و در این ملاقات میبینه که او عیسی مسیحه و خودش میگه بعدها میگه گفتم ای خدا هر خدایی بودی من به پای تو میافتادم ما خدایان هندی زیادی داریم و با خوشنودی او را خدمت میکردم اما تو تو ای دشمن من عیسی مسیح تو هستی که داری جلال خودت رو به من آشکار میکنی بعد خودشو وقت ویسای مسیح میکنه و پا از شهر به شهر و جاهای مختلف میره و سالهای متمادی با عجایب و با مجزات بسیار زیاد خداوندش رو خدمت میکنه بله ایسای مسیح عجیبه حتی مخالفین خودش رو ملاقات میکنه و حقایق را به اونا آشکار میکنه و اونها رو برای خدمت انجیل به کار میبره و ما اینو در کتاب امار رسولان میبینیم و این چیز عجیبیه و چیزهای عجیب آزاد شدن شاگردان از زندان اشاره کردم آزاد شدن پتروس جرأت شاگردان توبه پولس همه این وقایع عجیب صورت میگیره و رفته رفته انجیل از اورشلیم به یهودیه سامره که دو های یهودی و غیر یهودی بودند و بعد به امتها یا غیریهودیان، انجیل میرسه و کلیسایی در انتاکیه که یکی از شهرهای بزرگ روم بود امپراتوری روم بود انجیل در اونجا رخنه میکنه و کلیسای بزرگی ایجاد میشه وقایعی که در اونجا اتفاق میفته مشکلاتی که ایجاد میشه خیلی از یهودگراهای مسیحی معتقد بودند که افراد مسیحی شده افراد ذکور باید ختنه بشن تا نجات پیدا کنند بحثا به شرایط سختی را ایجاد می کنند اما روح القدس اونها را هدایت می تا از این مشکلات و بحرانها عبور کنند و از طریق یکی که رسولان پیغامی بیان میشه تا کلیسا به این واقعیت نگاه کنه و پی ببره که نجات با فیض عیسی مسیح و چیز دیگه ای نباید بر اون اضافه کرد پس ما شورای اورشلیم را میبینیم شاگردان جمع میشن مشکل ایجاد شده تصمیم میگیرند و روح القدس آنها را هدایت میکنه از موانع عبور میده یکی از کارهای عالی که ما میبینیم مدام در کتاب اعمال رسولان روح القدس کلیسا را از موانع عبور میده افراد را از موانع عبور میده آنها را هدایت میکنه این همون وده تحقق همون وعده عیسی مسیح که او فرمود روح رو شما رو هدایت میکنه وقتی آنها با جرأت داشتن معیزه میکردن تحقق همون وعده بود که عیسی مسیح فرمود که شما قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید شد و به این طریق میبینیم که اون نقشه هدف استراتژی عمل را مسیح در کلیسا از طریق روح القدس اجرا میکنه مرحله به مرحله انجیل از اورشلیم شروع میشه یهودی سامره و به غیر یهودی ها میرسه و یواش یواش رو به اقصا جهان آنچه که مسیح هدف داشت انجیل سرازیر میشه بعدها میبینیم که خداوند چگونه پولس را با اختدار تمام به کار میبره با دادن رویاه ها و با صحبت کردن به او او را هدایت میکنه و طرح و نقشه و برنامه خودش از طریق او به پیش میبره در یک رویای خداوند به پولس میگه پولس نترس خاموش نباش بلکه سخن بگو مرا خلق عظیم نیست خلق بسیاری است اگه انجیل را موعظه کنی افراد خیلی زیادی هستند در این شهر در شهر قرنتس بود که عیسی خداوند پولس را ملاقات کرد و اگه گفت انجیل را معیزه کنی خیلی ها هستند اینجا ایمان خواهند آورد به این طریق آنها را هدایت میکرد تا انجیل را معیزه کنند در لابلای همه این وقایع معجزات عظیم و عجیبی صورت میگرفت در اعمال باب فرد مفلوجی شفا پیدا میکنه بعد در آیات بعد با های بعد میبینیم که همان معجزاتی که از طریق عیسی مسیح وقتی در جسم بود عمل میکرد همون معجزات در زندگی رسولان آشکار میشه شفاهای مختلف مردم از امراض گوناگون شفا پیدا می کنند و به گونه ملکوت خدا پادشاهی خدا داره مستقر میشه دیوها دیو ها آزاد میشن بیماران شفا پیدا می کنند و دردمندان از درد خودشون آزاد میشند و پیغام خوش انجیل به همه میرسه و شادی و خوشی رخ میده همان گونه که در سامره صورت گرفت وقتی فیلیپس با آنجا رفت انجیل را با آنجا معیزه کرد خیلی ها شفا پیدا کردند مردم کلام پربرکت و خوشحال کننده ای را از فیلیپ میشنیدند و قلبشون رو به روی سای مسیح باز کرده بودند و اونجا در اون جماعتی که جمع بودند شادی آسمانی آشکار شد کلام خدا میگه که شادی آسمانی در آنها بود بله به این طریق میبینیم که کتاب امان رسولان کتابیه که وعدهای ایسای مسیح در آن به تحقق میپیونده و کتاب عجیبیه پر از آیات و مجزات اونجا اعلام میشه که انجیل با آیات و مجزات به پیش میرفت کارهای عالی که خداوند انجام میداد اشاره میکنه کتاب امان رسولان که از دستهای پولوس مجزات غیر متاد غیر عادی چیزایی که تکرار نشده بود دیده نشده بود ظاهر میگشت و به این طریق خداوند جلال خودشو در زندگی رسولان آشکار میکرد کتاب اما رسولان بیشتر از معیزات پتروس خدمات برنابا پولوس صحبت میکنه اما یکی که شاگرده ایسای مسیح مانند پتروس مویزای قوی در جای مختلف داشتن گرچه در کتاب امان رسولان ثبت نشده ولی آنها هم مس رول را یافته نملو از قوت خدا شده در هر جا انجیل را معیزه می و تاریخ کلیسا به این حقیقت شهادت میده که اونها به جاهای مختلف رفتند و هر کدوم به نحوی عالی عیسی مسیح خداوند را جلال دادند پتروس و پولس و بعضی از عزیزان گلچین این خدمات هستند وگر وگرنه هر کدام از رسولان مصر و قدس را یافته با آیات و معجزات انجیل را موعظه میکردند و در همون قرن اول کلام خدا به بخش های مختلف جهان سرایت کرد و در جاهای مختلف مردم ایمان آوردند یکی از نکاتی هم که جا داره در بخش پایانی صحبتم در این بخش خدمتون ارز کنم اینه که یهودی ها مذهبی داشتند پیروی موسی بودند قوانین و مقرراتی داشتند هیکل در عبادتگاه خودشون که هیکل بود در اونجا سربازان محافظینی داشتند و نیروهای انتظامی داشتند و میتونستند از خودشون دفاع کنند مخالفان را بگیرند و قوانینی داشتند که با آنها برخوردهای سختی میکردند و به این طریق نمیذاشتند که باور و تفکر جدیدی در اونها رخنه کنه غیر یهودی ها هم برای خودشون قوانینی داشتند حدود 100 سال قبل از مسیح تا 100 تا حدود 64 قبل از میلاد مسیح یکی از امپراتوری قانونی را اعلام کرده بود که در امپراتوری روم هیچ خدای جدیدی پذیرفته شده نیست فقط همون خدایانی که در ملای آن پرستیده می شوند، اونها باید پرستیده شوند و هیچ کس حق نداره خدایی را حتی به طور خصوصی بپرسته در نتیجه فقط خدایان شناخته شده و خدای جدیدی اجازه نداشت در موردش صحبت بشه پیامد چنین عملی برخورد شدید زندانی و کشته شدن بود و در چنین شرایطی عیسی مسیح بنا مأموریت داد که برید به یهودی ها اینجی رو موعظه کنید و برید به غیر یهودی ها عبور از این موانع خودش دنیای مشکلات بود اما حضور روح القدس عمل روح القدس کار روح القدس اونها را از همه این عبور داد و انجیل به سراسر سر جهان اعلام شد معیزه شد و آنچه که هدف خدا بود در به تحقق پیوست و ادامه یافت و هنوز ادامه پیدا میکنه و انجیل معیزه میشه و خدا رو شکر که با بررسی کتاب عمار رسولان و با دیدن این حقایق دیدن کارهای عظیم عجیب خدا دیدن معجزات دیدن کار رهایی بخش خدا دیدن تحقق وعده های عیسی مسیح در دادن روح القدس در هدایت ها و دادن رویاها ها حمایت از کلیسای خودش حمایت از خادمین خودش و کارهای عظیم عجیبی که اونجا انجام میده همه اینها حقایقی عظیم هست که وقتی به اون نگاه میکنیم و می بینیم که اگه ما به طور انفرادی قلب خود را به روی روح باز کنیم یا کلیسای خود را درها را به روی روح باز کنیم تا حاکمیت، هدایت و سلطه او برقرار بشه کارهای عظیم و عجیبی در زندگی فردی ما و در کلیسای ما صورت خواهد گرفت امیدوارم با بررسی یکی که این حقایق در کتاب امار رسولان ما به بی یک بینش تازه از زندگی مسیحی و ایمان مسیح و ملکوت خدا دسترسی پیدا کنیم و با یک مس تازه ای، تازه تری خدا رو خدمت کنیم خیلی متشکرم از توجه شما به این برنامه و برنامه های بعدی که در همین ارتباط خواهیم داشت ممنون هستم و برای شما دعای برکت میکنم و شما را به خدا میسپارم خیلی متشکر خدا شما را برکت بده